یک جایی که خیلی مهم است، از دریا زر میکشند. خیلی کم زر کشیده شده، شاید بر شما معلوم شوه نشه. خواه دوستانو، نره بازار مو وکت، ده خلق و خبر مو واره دلی. وز بازو بیرت با تاویگو مخ پا سور تاک. والی سور تاک ورطا ویل کیگی، ده داود خان پا وقت که دلتا ده برق دیم جوڑه ده دیر پا یو غط سطح بانده. دا څنګه قصې لري او په زمین کې د اسمار خلک هم تاسو په تصویر باسم د شګو څخه ستر زر راباسي. حیران به پاتې شي چې دا څنګه د شګو څخه زر راباسل کیږي. خو راځي سالم ځای پیدا کړو او ستاسو سر سره چکر وهو او دا داستانونه تاسو ته دروښي. میرم تا بتانم نفر خود یافت کنیم که در تاریخ از اینجا صحبت کنه. اون آمده رئیس سالم زه صاحب بسیار اله اله این می قسم روان است که تا پشت ما برسه. ما میمانش هستیم، ما پشش میدویم دیگر. سلام علیکم سالم زه صاحب. خیلی تکره ساده تیر ده. سه خبری دی خیرتی ده؟ کنال تا بخیر را لیزم خیر. شنی و سرسبز زل را حکون کسی می تا هر کله راشي آباد اوسه او سالم زه صاحب. من په کوم ځای کې قرار لرم فعلاً؟ اوس په لندا د بارګام او نشګان ته اخو ته نشګام دی دی خو ته بارګام وای. نو ډیر خسته سیمه ده او سرسبزه خسته منځيري لري. د دینه بیا خو ته لګ نیم ساعت یا شل ملټر لار فاصله د موټر د تک په حساب باندې راځي چې بیا موږ سور تاخ سیمې ته رسېږي. د اسمار ولسوالۍ اړوند دی یوه سیمه ده چې سور تاخ په نام. دلته ولې سور تاک وایي؟ نو دا سور تاخ دلته یو غر دی چې هغې رنګ لږ سور دی. نو د دې وجې هغه دغه سیمه د هغه نوم باندې مشهوره شوې ده. په دې او بل د مشهوریت عمده لامل یې دا دی چې د مرحوم شهید سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال نو دلته یو 5 کلن پلان له مخې دلته د برېښنا بند د جوړولو سروې شوې وه چې دا په نړۍ کې دویمه درجه برېښنا بند په نړۍ کې در دنیا درجې دو بند برق اینجا جوړ میشد از طریق مرحوم شهید سردار محمد داود خان. لومړی درجه برق په ټوله نړۍ کې د برېښنا بند چې دی هغه په مسکو کې د والګا په سیند باندې هغه جوړ دی. او دویمه درجه دا د سور تاغ بند دی چې هلته نه زراعتي ځمکې شته دی او نه هم کلي او کورونه چې یا زراعتي ځمکې تخریب شي یا خلکو ته زیان ورسېږي. ور به شو نن ستا مېلمانۍ و څنګه دې خوښه ده؟ بلکل صحیح ده. بس او دغه سیمه به هم د نږدې نه وګورو. صحیح است. ما میریم او طرف و ما باشین. از این برنامه به خیر لذت ببرین. سور تاک یعنی تاک سرخ چی نام بود؟ 2-5 کلن پلان شهید محمد داود خان نصیب بود. همدسته ده؟ نو میریم او رو سعی میکنیم همراه ما باشین. افغانستان به یک تاریخ نو شروع. سلام زه سه رو رسیدوش او بالکل دس راځه لګ لګ رامخ کسا بالکل ما غسیمی تر او رسیدو کوم چې زمنګ هدف و د سور تقسیم او دلته د مرحوم شهید سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال داغه د 5 کلن ترقی یافته پلان د سروې په اساس باندې دغه سیمه د برېښنا بند پر نښه شوې وه او دلته د ټول هیواد په کچه دغه برېښنایي ستونزه حلېدی شي که دلته دغه د بند عملي چارې پیل شي او جوړ شي.
نو د هیواد په کچه برېښنایي ستونزې لیدې شي او وارداتي برېښنا د مصارف او د لګښت نه موږ خلاصېدلی پشو دا د هغه مهم هغه ترقي پلانونو څخه و چې هو دا یو لویه پروژه وه د هیواد په سطحه باندې او بلکې د هیواد نه د په کچه باندې د برېښنا اضافه والی هم پکې په ګوته شوی و چې یعنې کولی شو موږ ګاونډیو هیوادونو ته هم دا برېښنا وارده کړو. جایی که پلان سردار شهید محمد داود خان اینجا بود او پلان ده اینجا بود تاک سرخ این امیر میگه که تقریبا ما خیلی بلند آمدیم و پایین از دریا و سالمزه صاحب گفت که یکی از کارای سردار محمد داود خان این امی بود که سری پلان داشت ده دا 5 سال 15 کاله او پینز کلن پلان پینز کلن پلان به دې سره کوم سیمه د نورې وصلې دي نو دا سیمه چې دا د اسمار ولسوالۍ اړوند سیمه ده او سرحدي سیمه چې دا دی خواته د دیر په نامه معنی دیر سره پاکستان دیر پاکستان دیر ای طرف کوی سفید معلوم میشه اگر دیده باشنو نمو اسه از او طرف دیگه سرحد بانه است او په لو دیر دیر سوات دیر چترال ته نږدې ده چترال ته خو سوات او دا دیر او ملکند او دا ټول از این امی سرحد که دیگه او طرف شدی با سوات و دیر و ملکند و چترال باز ما خواست پایین با تا شدیم این طرف آمدیم خود چون این امی یک گپی بود که برای ما خیلی جالب بود که یک برق دیم برق جور میشه به سطح دنیا دیم دویم درجه دوم درجه دویم ما اینقدر پیشرفت کرده بودیم افسوس خدا کنه که حال هم به دست یوسف بانی به فکر روشینو سالم زیاد صاحب گفت اینجا نماز هم میخوانیم خو یک جایی که خیلی مهم است از دریا زر میکشن چطور از دریا زر کشیده میشه سور تا کدیدین حال میرم تا میشیم اینجا فکر میکنیم کار کامرمن ما دیگه است استا با پایان میرسه و جایی کم ذره خطرناک است ما کامره را میگیریم دست با کو سیده کنن ما کامره را میگیریم و تا میشیم اگر او ما را برد خو حقیقتان ببخشین اگر این قمر خود خورده پیغام از ماست اندسه زو بخیر خبر داده چې د زرکشان به مخ کې د تخار او د بدخشان د ولایتونو نه دلته خو وس غربت او فقر لمن دونه پراخه شوی د کونړ ته هم د خلک مجبور دي او کوزی کې دي سند ما غونه به یاد کړی کنه ما غونه به یاد کړی شګه چنای او هر شی چې لاس ورل نو آو. کل می د بیچارهګان وښکې وای کنه وای چې غټه پسې وای پلاس بدر شو چا وای چې په دریاب کې گوهر نشته ایم شاعر اسمم شاعر اسم به ته کامره ده بخه به کې بره ته چیزو په خیر زه مخ کې کېږه نو زه برو بابا کی کمری دی خسرا جوری خپی خطرناک است و باید احتیاط کنیم یا الله خیر یک اشتباه ساده خطر مرگ است والا کسره مشه څنګه خیر ده خیر ده نوم دې څه ده نوم عبدالغفور ستانوم یوسف خان یوسف خان تاسو خپل هم زرکشان استی من خپل مخ کې کوله من خپل مخ کې کوله وس روجه ده وس نه کوم وس ما ورونه دی ګیری ورونه مل گیا دی څومره زر پیدا کوي د ورځې بس یو نیم سل دوه سل ډالرو نه نه او افغاني بن زه چې زو جای خطرناک است زه د دې ځوان را وښته په کې راځي یا الله خیر د څه چې وګورځي ګل اعلان د دریا په ځینو نو دریا او په ډېری دي الله اخي کول بیا عمر ولا کنه مرشوا کوشش میکنه به خاطر زر به این خاطر کوشش میکنه روز 1.5 صدر پر زر میکشه که چطور کشیده میشه برای من کم زر جاره بس خود خدا کنه که اندیواله ما خوب داشته باشه خطر زیاد داره یالا خیر آوالا کلش به طرف ها اکثریت مردم پیش از اینجا که به زرکشی میامدن مردم بدخشان و تخار یا میامدن آله خود از این مردم اینم اینجا کار میکنه و زرکشی میکنه میرسیم دیگه پایین برش
دریا او می کشه والا کسنګ نوم دې څه ده ها زکریا زکریا خان څه دې روان کړی سر پیدا کړ کنه دا ډیر کم نه دی ته وګوره څنګه چول کیږي زم راځم در سره کار کوم خدای مهربانه دوستا زرکشی ما شروع میشه ببینم چقدر فایده ما به این مردم میرسه و خواستم کمره بیادر بخیر کار کنم اون طرف سلیم زیب سیب ترشه کنه کسی که میمانش هست موز پیش ما کده میگریز از کارا میترسه چیگه پس چطور میتوری او طرف میگریزی؟ کار نمیتانیم؟ نه ما کار کده نمیتانیم چیز نماز خواندیم نماز مهم بود خب علی وزگار شدیم بیکار شدیم آمدیم هر چیز که باش معذر است ما میخواییم که امروز امره این مردم خودتا کار کنی اینجا با شعر و شعری خو علاقه الحمدلله زیاد داری و معلوماتات درباره کنر هم زیاد است و کم ذره کار کنی به وطنداره خود که اکشن رو پا برش بمانه نه امره چادر مادر تایش کردم ببینیم که کارش چطور است دقیقه سی خیلی سخت کار سخت است و ببینم که یا چی میکنه داخل زر میکشه از این طرف ها بسیار مردم دیگم شروع کرده کار کرده ریستم ما این طرف هستیم خو یک کوشش میکنیم که تا بتانیم تصویری از یارم برات بگیریم برات نشان بدیم با ما باش کردن به این مردم الان خیلی سخت دیگه وقتش رسیده که زر را بکشیم او ساقه وقت را رسیده چیدن با منگ لخیر زر را باسو سمرا زر پکی رو دیدی منگ نصیب و قسمت بی او کنه بساقه نباد بلخیر زو پا بل طرف سفر تا چیر تا با مبسر رسیگی ده هم ده کنر ده سین زرکشان دوستا بالاخره رسیدیم که زر بکشه 13-14 کراچی خاک انداخته بسیار کم دیگه سونه پاتی؟ ده خیلی 13 کراچی خاک با بسیار کم برتان بگویم که خیلی کم زر کشیده شده شاید بر شما معلوم شوه نشه خب افتا سرش بخوره باز معلوم میشه این کار زرکش هاست اما کار داونیست کار آسان نیست کار خیلی سخت است و سلیم زی صاحب هم امره ما بود از سور تاک یا تاک سرخ از اوی طرف شروع کردیم آمدیم استاستا پیش میریم دیگه بخیر سفر ما باز کجا میشه و میخواستم که زرکشا را با تصویر بکشیم بالاخره کشیدیم سلیم زی صاحب دیر منه نه رشت دیخوا دیخوا رشت بیادی که کم نزیکم شو خسرو جان دیر منه سلیم زی صاحب که پاخره که سوال لری مشانو تا دوستانو تا ماشومانو تا زلمو تا بربانی
لتاس نه هم ډیره مننه د مر ټلویزیون نه همیش دا کارکونکو هڅه کوي چې د ملت غږ د چارواکو تر غوږ ورسوي او ژورنالیزم اصلي مقصد هم دا دی چې د ولس او حکومت ترمنځ د پل حیثیت لري. شاعر ژورنالیست دا د ټولنې ترجمانان دي. د یوې خوا که د نړۍ استکباري استعماري قوتونو افغانستان د سلو کلونو په لړ کې دی د یوې پیړۍ په لړ کې د درېو سترو امپراتوریو د شکست ویاړ ور په برخه شوی دی، خو بلې خوا افغانان ډېر ځپل شوي دي، په شهادت رسېدلي دي، کونډې او یتیمان پاتې دي، غربت او فقر دی. او مخکې ما خبره وکړله چې دا به د بدخشان او تخار نه خلک دلته راتلل او د کونړ د سیند د شګو نه بیا زر ایستل. اوس کونړي پخپله غربت دومره راغستی دي چې هغه دې ته اړ شوي دي، دغه شګې چڼیي بل روزګار او کار نشته دی. نو د دې نه خپله هغه انډیوال وویلې چې موږ بس د سوال نه پېځان راباند کړی دی او سار راوځو او ماښامه پورې دا سل یو نیم سل روپو د څو کسان چې کار کوي نو دا ونه میله ورسېږي په وس وس باندې د هېواد په طرقې کې د کار واس. ډېره مننه سالم زی صاحب. دوستا سالم زی صاحب نو اینجا خدافیزی بکنیم و دیگه معلوم نیست ما در کجا باز پیدا میشیم. ما را همراهی کنین و خدافیزی ما شما نیست دیگه، تا که افغانسین است ما خدافیزی نداریم، در خدمت شما هستیم. مننه. زرکشار هم دیدین و سالم زی صاحب هم گپ زد و خواستم دیگه از تا دیگه طرف شام برابر میشیم در بازار کوتکه. بازار کوتکه چرا برش کوتکه بازار میگه؟ اینجا از چوبی کنر صنایع دستی کار میشه، جور میشه، کاسه، میوه‌دانی، بعضی چیزا جور میشه. ولی داخل میشیم به بازار کوتکه و شما هم همراه ما باشین که این مردم چی مهارت داره دیگه در چوب. و نخواستیم این همی قسم تیر شویم، خواستیم کیره هم و چوب و چیزا که ما گفتم این بازار کرده است، بازار خیلی سابقه خیلی کرده و بیا سریعت از این همی چوبا این رکم یک چیزای می سازه که اینجا کجا سخته می شاده سر کنه جگ، گلاس و کل چیزا از چوب هستی و بعضی چیزای پتنوس پتنوس ها رو سر کنه چوب سخته ایده چه رشت کنه والک سنگه 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 از چوب جور میکنه و اما بری باز یک رنگ میته که خیلی خوب یک دفعه شما هم بوی کنه. Thank you.
قنداني دي بوري اه دا بوري قنداني دا فارسي برشي ميگه خسرا بوراداني بوراداني شيرنداني شيرنداني هنا ايديگيش كراكا ايديگا موديلش هو هم گفت مين دي بيل مش دونا مش کاسه شروع ما شما دستالف هم از گل یک چیز جور میکنیم یا از چوب جور کنیم این دیگه چیزایی هست که چی بوگی مرچ اینجا پیدا میشه بخاطر میوه تازه بای سومن لرگی نجوری دار رای سومن چی مدی بجوری لرگی نجوری سونا؟ جوری مدولا ویاکنیم جورا چو از این همی تخت خواب جور باشد بریا نورینگ دادا و باز چیزا دیگه هم من اونجا برابر کنم خادی نخیر نوچ شه جورا و لیسی رسی بس ور جورا و شدار جورا و داغ سیده پا دوسین جورا و میز جورا و داغ یا لرگی تا تل تپسو تمامی دا لرگی میتا تقریبا تمامی گی داغ سی سنودین زرا تنگه زرا وانی تمامی گی میتا جوړه لرګې نه جوړه لرګې جوړه لرګې به دا چټو لیو دا تخ جوړوي په 100 روپے جوړوي دا تخ به موږ جوړو تقریبا 11000 روپے جوړوي یو تا هو یو تا دا دې باندې کاری نو به دا کوم ځای خلګي اخلي بیرون ملګي کنه بیرون اجازه نشته دا کونړ خلګو لپاره دا کونړ خلک اخلي او باز نګرات خلک ما کړی خو دیندار کابل ته سوال تون تمزي مشکلات ډیر دي لکه دار بند ده نه دی نه یک چیز کی خیلی مهم است کم نزدیک بین اسرو جان یک چیز کی خیلی مهم است چیزای کی اینجا جور میشه خاص به خاطر از این مردم جور میشه و بسیار به مشکل از اینجا چوب باز انتقال میشه اما خو خصوصو مسئول کیږي نو خصوصو مسئول کیږي خو لاره بند کړی دی بچی لاره بند کړی دی مسئول وو بیخی بند دی اوس مسئول بیخی بند دی اوس څو مده کیږي چې دریم شته کیږي اوس بیا بند کړل دا چې تاسو وشي کنه کله تخنه بل استفاده نه کیږي هر هغه شی چې بل استفاده نه کیږي بیا تا دی نور ولکن انتقال شي او کوم اوس رو مرګ چې نور ولکن د کلیګي مثال هغه ته زما مونږ هم ځان د ځکه څنګه ولته یې ځمونه خابې دي ته نور نه تاسو زمونه نو موږ دا کوم زور لږی چې چې په شي استفاده کوي کېږي دا غره د مثال د ډبل بیډ استفاده کوي په سونو کېږي د ویزونو کېږي کومور ځین ته نو خارجي ملک ځنه په داخله افغانستان ته خوري پیل بل څه کا خدای لږه خرابې وسو مخامه چې جمع کې واره کېږي د لږه خرابې کېږي د مېل ځي بل داخله کوزګان د ترو کې دوت شې نو سپېږې د لږه بل ته به سوبره خلک سیلانیان راځي سومره د نو ولیدا ډېر ډېر خلک راځي اوس د روزه کې داخله کم شوې د بروجینه مخکې د بوزت چې ډېر او مخ تیر د جمهوریت کې بخیر یو اوس ښه د اسلامي امارت حکومت کې کم شوی دی ځکه چې د اقتصادي خراب دی خو زه خدایم کارونه روان ته امين من غوا دعا وکړم په دې رمانه نه کم یو سبا سره الله په شل لري رمانه په ما سر شي ورو نه فرای پاشه خو دوستا دیگه از این امینجا خدافیزی به هر ولایت کې دیگه با شروع شما اومدم ان شاء الله به یک برنامه خوب برنامه افغانسین دیگه از کنر میبریم خدافیزی